اعطای جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه به آقایان مهندس شجره و پرویز اصفهانی. طی مراسم باشکوهی در سنای فرانسه، آقایان مهندس امیر شجره، مدیرعامل پارس تی وی و پرویز اصفهانی، سردبیر هفته‌نامه جهانی نیمروز، مفتخر به دریافت نشان جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه شدند. در این مراسم باشکوه که ده ها تن از شخصیت های بزرگ فرانسوی حضور داشتند، رئیس کمیته جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه آقای ژان پولس هنگام اعطای نشان به آقای مهندس امیر شجره، مدیرعامل تلویزیون فارس، اظهار داشت که ایشان مهندس الکترونیک دستگاه های بزرگ ماهواره‌ای می باشد و از سالیان درازی را در تلویزیون ملی ایران فعالیت نموده است. در سال 1989 پس از سرک کشورش، پایه‌گذار نخستین رادیوی 24 ساعته فارسی زبانان در سراسر جهان بوده است. پنیز مهندس امیر شجره در سال 1998 نخستین تلویزیون ماهواره‌ای 24 ساعته فارسی زبان را در لس آنجلس پایه نهاده است که برنامه‌هایش در سراسر جهان از آمریکا و کانادا تا اروپا و ایران پخش می‌شود. وی ادامه داد که امیر شجره با برنامه‌های تلویزیونی روشنگرانه‌اش که توسط برنامه‌سازان بسیاری در جهان پارسی زبان ارائه شده است، خدمات شایان توجهی در جهت بالا بردن رشد فکری و آگاهی رسانی مثبت و سالم هموطنانش انجام داده است. و امروز ما خرسند و مفتخریم که جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه را به این شخصیت ایرانی اعطا می‌کنیم. رئیس جایزه بزرگ انسان دوستی در معرفی آقای پرویز اصفهانی گفت که ایشان از نوجوانی فعالیت‌های مطبوعاتی خود را شروع کرده و مدیر مجله جدول کتیبه بوده است و نخستین ایرانی است که فرهنگ جدول را در چند جلد نوشته است. آقای ژان پولس، رئیس جایزه انسان دوستی فرانسه، اضافه کرد که آقای پرویز اصفهانی در سالهای اخیر پس از اجبار به اقامت در لندن، سردبیری پرتیراژترین هفته‌نامه پارسی زبان را به عهده گرفته و نشریه نیمروز را با کمتری امکانات منتشر نمود که امروز پرفروشترین هفته‌نامه ایرانی در خارج از ایران است که در بیش از 50 کشور پخش می شود و روی اینترنت قابل دسترسی است. آقای ژان پولس اضافه کرد آقای پرویز اصفهانی به ده ها نویسنده و گزارشگر پارسی زبان فرصت داد تا بتوانند در خارج از میهنشان فعالیت های مطبوعاتی خود را دنبال کنند و به گونه های مختلف پرویز اصفهانی خدمات انسان دوستانه بزرگی حتی در رابطه با نجات جان هموطنانش انجام داده است. آقایان پرویز اصفهانی و مهندس امیر شجره هر یک به زبان انگلیسی از کمیته و ریاست جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه سپاسگزاری نمودند. پس از صرف نهار در سنای فرانسه، در پایان مراسم رئیس جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه از سیاوش اوستا خواست تا سخنران پایانی مراسم باشد. سیاوش اوستا ضمن سپاسگزاری از سنای فرانسه و کمیته جایزه به آقایان پرویز اصفهانی و امیر شجره شادباش گفته و از اینکه جایزه بزرگ انسان دوستی فرانسه توانسته است تا لس آنجلس و لندن پرواز کند اظهار خرسندی و خوشبختی نمود.
روز بعد از اعطای جوایز به آقایان شجره و اصفهانی، جشن باشکوهی توسط سیاوش اوستا در 66 شانزلیزه پاریس برگزار شد که در این جشن ده ها تن از شخصیت های ایرانی چون تیمسار منیعی، تیمسار وحدت، هوشنگ و کاظم معین‌زاده، سرهنگ عیسی پژمان، پروفسور سیف‌الدین نبوی، خانم نازمی، مجید خواننده جوان، دکتر صادق زاده، ابراهیم شیرازی، رضا ازندالو، مهندس زیایی، صبری، زکریا هاشمی، مسعود سمندری و ده ها هنرمند و نویسنده هموطن دیگر شرکت کردند. در این مراسم جاوید و احمد، دو هنرمند جوان و خانم هند از تونس هنرمند کردند.